دیگه مال ما گذشته شده، سنت هامون رفته از بین واقعا. میدونید ببینید، من فکر میکنم یک اشکال بزرگی که برای ما ایرانی، حالا این کشورهای دیگه هم چه بسا ترک و هندی و مصری و اینا رو میشه مطالعه کرد، اونا هم چه بسا همین مسیر رو رفتن، روزی که ما رفتیم طرف غرب و این مسئله این که بریم ما همون آل احمد که شما تو سوالات داری که صحبت این شد که ما خب باید علم غربی رو به علم بگیریم، خب اون درسته، علم رو میباست بگیریم. ملکم میگه که شما برای خوندن قرآن احتیاج به عینک فرنگی داری، خیلی حرفه، خیلی قشنگه. میدونی وقتی رفتیم سراغ علم فرنگی، خب آداب رسوم فرنگی به نظر بهتر اومد، لباس فرنگی به نظر راحت‌تر اومد، نشستن رو صندلی راحت‌تر به نظر اومد تا رو زمین نشستن، نمیدونم کالسکه سوار شدن، از الاغ سوار شدن به نظر بهتر اومد. میدونید یعنی اونجاست که مسئله پیدا شد دیگه، گذشته دیگه. میدونید ما الان مرحله رو گذشتیم که نمیتونیم برگردیم. اتفاقا حالا نمیدونم شما میدونید، نه اول انقلاب که انقلاب اسلامی اول، خیلی تو خیلی ادارات میصندلی ها رو جمع کردن و بله، برای اینکه فکر کردن خب اینا هم خارجی فرنگی، و بعد دیدن خب نمیشه کار کرد. میدونید یعنی اینه، اونا یواش یواش با مدرن شدن، ما خواستیم یه مرتبه مدرن شیم. ما بچه های من الان دارم راجع به یه زندگی بچه کار میکنم که اینو 100 سال پیش، 100 سال هم بیشتر، 1900 1900 یعنی 120 سال پیش، 12 ساله اینو فرستادن فرنگ تحصیل کنه. حالا این بینوا خیلی زحمت کشید که فارسی یادش نره و خطش خراب نشه، چون پدرش میگفت خطت خراب شده. حالا این در بلژیک داشت درس میخوند. میدونید اون وقت این بچه اونجا مثلا یه قوطی گاز براش فرستاده بودن دیگه پرپر میزد. میدونید یعنی من فکر میکنم که اشکال ما اینه، اینه که این تضادی هم نمیشه گفت هست، به دلیل اینکه چاره نیست و مطمئن من فقط هم مربوط به ایران نیست. خب وقت همه چی رو شامل میشه دیگه، رابطه پدر مادر، مسئله زنان، مسئله بچه ها، مسئله حتی رفتار تو ادارات، حتی نوع کارخونه ای که شما مثلا از کارگر چه انتظاری داری، از رعیت چه انتظاری، میدونی به همه چی نشت میکنه دیگه. یعنی اشکال اینه و این چارش هم نیست.